سلام همه دوستان، خیلی مخلصم. امروز اومدیم براتون لپتاپ هواوی میت بوک دی 15 رو آنباکس بکنیم. از هواوی برامون فرستادن که بررسیش بکنیم ببینیم چه مدلیه. جز لپتاپ های تازه وارد هواوی، خیلی توی لپتاپ تو ایران دیده نمیشد، تازه داره وارد میشه به حوزه لپتاپ. این ورش یه دونه گارانتی داره که در مورد گارانتیش نمیشه، چیز مهمی نیست. ببینیم روی جعبه این ور چی نوشته. خب همونطور که میبینید مدلش دی 15، میت بوک دی 15 مدلش نوشته BOH، نمیدونم W فلان اینا. رنگش گره توسی همرنگ آی مکه فکر میکنم، این لپتاپ های اپله. بعد بهتون بگم که CPUش AMDه، ریزن 5 3500U، ولی مدل اینتل هم داره، یعنی دو تا ورژنه، مدل اینتل کورای 5 داره، این مدل هم داره که الان برای ما این مدل فرستادن. رمش 8 گیگه و اینجا یه نکته جالب داره، نوشته که 256 گیگابایت SSD داره و 1 ترابایت HHD داره. حالا این دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که شما میتونید نرم افزارا و حالا برنامه ها رو روی اون 256 گیگابایت نصب بکنید و اطلاعاتی مثل عکس و فیلم و اینا رو همه رو بیاید چیکار بکنید روی اون 1 ترابایت استفاده بکنید، که سرعت لپتاپ رو این خیلی میبره بالا. بعد سایز اسکرینش هم 15.6 اینچه، وزنش با جعبه 2 کیلو 375 گرم، ولی خود وزن خودش 1 کیلو 600 خورده یا 500 خورده. ببینیم روش ننوشته، بازش بکنیم، آنباکسش بکنیم، بررسیش بکنیم، ببینیم که داخلش چه. من با نازکیش خیلی حال کردم، خیلی نازک و سبک. خوراک کارهای چی بهتون میگم، کارهای مثلا مثل کارهای مهندسی و مثلا حسابداری و کارهای گرافیکی و اینا هست. اینم بذاریم اینجا. این حداقل سیستمیه که میشه باهاش کارهای گرافیکی انجام داد دیگه، یعنی دیگه این پایین تر دیگه به درد نمیخوره. حداقل سیستمی که میشه باهاش کارهای گرافیکی فتوشاپی اینا انجام داد. از نظر طراحی بخوایم بررسیش بکنیم، یه بار من ببندمش ببینید که این، یعنی یه دستی که نمیشه، باید یه انگوش اینجا نگه داریم بازش بکنیم. و از نظر طراحی خیلی شبیه لپتاپ‌های اپله و خب این میتونه جذاب باشه برای من، به نظر من جذابه. دکمه پاورش اینجاست، یک کیبورد کاملا شبیه اپل داره به نظر من که خوشگله. موسپدش بسیار خوب و بزرگه، حالا باید باش کار بکنم، روشنش بکنم ببینم چجوریه. کیبوردش هم خیلی روونه. طراحی قیافه ظاهریش هم خیلی خوشگله، بدنش جنسش فکر میکنم آلومینیومه که خیلی باحاله. اینم زیرش، اینم روش، یه دونه مارک هواوی هم این وسط خورده. یه دونه شارژر خیلی باحال داره، چون شارژرش دیگه مثل شارژر لپتاپ اولا این سریا نمیخواد، این خودش داره روش که ما تو ایران هی میزنیم این سریا. و 50 ولت، 240 ولت، 5 ولت، 10 وات، تا 65 وات این شارژر شارژ میکنه، که یک کابل مثل کابلای هم گوشی هم داره که فکر میکنم اندازش چقدره، 2 متر یا 2 متر و نیم فکر میکنم باشه. بعد جالبیه این اینه که دوور کابلش تایپ سیه که این میتونه خیلی خوب باشه به نظر من. الان شارژرهای لپتاپ داغون میشه یا گم میشه یا هر اتفاقی میفته دیگه باید بری بگردی دنبالش، ولی این الان خب شارژر گوشی ها، حتی کابلای گوشی ها هم بهش میخوره. یه کابل مقاوم خوبی داره، شارژرش هم که 65 واتیه این شکلی خیلی کوچیک و ظریف و رادسته. در کل این لپتاپ به نظر من برای حمل و نقل طراحی شده و تو این لحاظ، از این لحاظ خیلی خوبه، چون که راحت شما میتونی بذاری تو کیفت، 1.5 کیلو وزنشه و میتونی جابجاش بکنی. دو مدل کارت گرافیک داره، برای نسخه AMD که همون نسخه ای که دست ماست روش نوشته، ولی برای نسخه اینتل جی فورس MX250 2 گیگابایتی روشه، که اون نسخه اصلا کلا با این نسخه کارت گرافیک و CPUش فرق میکنه.
ظرفیت حافظه رمش 8 گیگابایت DDR4ه. خب همونطور که میبینید در قسمت راست لپتاپ دو تا پورت USB داره و یه دونه جک 3.5 میلیمتری داره که این خب میتونه خیلی خوب باشه، و در قسمت چپش یه دونه پورت HDMI داره و یه دونه پورت تایپ سی داره و یه دونه پورت USB سمت چپ هم داره. سیستم عاملی که روش داره ویندوز 10 هومه که نوشته بود تو توضیحاتش که باید توسط کاربر نصب شه. حالا باید روشنش بکنیم ببینیم که چیه داستانش. رزولوشنش 1920x1080 و از مدل IPS نوع صفحه نمایشش. میزان صفحه نمایش به بدنه 87%، کنتراست ریتش 800:1 و برایتنسش هم 250. عرض این لپتاپ 357.8 میلیمتر و ارتفاعش 16.9. ضخامتش هم 229.9 میلیمتر. وزنش حدودا 1.620 کیلوگرم. این دستگاه برای حمل و نقل راحت طراحی شده و خب واقعا هم خوبه به نظر من، ولی خب خیلی هم شبیه لپتاپ‌های اپله که به نظر من اینم بعد نیست، چون لپتاپ اپل بعد نیست، لپتاپ اپل خوبه. و نکته‌ای که داره، یه نکته‌ای که از گوشی اومده توی این لپتاپ اینه که حسگر اثر انگشت داره. یه نکته‌ای که اینجا هست این شیر هواویه، هواوی شیر که اینجا گذاشته. شما گوشیتونو که روی لپتاپ میذارید این قسمت این پایین، یه شیر بین لپتاپ و گوشی اتفاق میفته. مثلا شیری که مثلا میگم بین اپلا هست یا بین مثلا سامسونگ هست یا هر چیزی که دو تا مثلا یه برند با هم دیگه با مسائل دیگهش مچ میشه، هواوی هم داره دقیقاً این کارو انجام میده و خب به نظرم خیلی چیز جالبیه. اگر شما گوشی هواوی دارید این خیلی میتونه براتون جذاب باشه، چون گوشتونو میذارید اینجا و شیرش میکنید دیگه، لازم به کاب وصل کردن و اینا نیست. اینم یه قابلیت جالبیه که این لپتاپ داره. یه چیزه، یه اتفاق جالبی که افتاد، این دوربینی که اینجاست من فکر می‌کنم زیر این دکمه هست، ولی زیر این دکمه نیست. دوربینش یه حالت مخفیه توی کیبورده، همون وبکمش. من برام جالب بود وبکمش کجاست نیستش. اینو که فشار میدید وبکم از اینجا در میاد و شما میتونید وبکم رو استفاده بکنید. دوباره فشار میدید برمیگرده سر جای خودش. خب دکمه کامرا رو که میزنی همینجوری دوربینش باز نمیشه. ما سرچ بکنیم وبکم، اشتباه زدم، وبکم کامرا میاد بالا، میذاریم روی کامرا و ما رو چه تصویر خوبی هم داره آقا، تصویرش خیلی خوبه. ولی یه نکته ای که داره اینه که من توی وبکم معمولا شما داری استفاده میکنی اونجا رو باید نگاه کنی، من باید الان اینجا رو نگاه کنم صحبت بکنم. یعنی این یکی از، یعنی چشت رو به بالا، الان من دارم صحبت میکنم دارم تصویرمو نگاه میکنم دیگه. معمولا وبکم اینجا قرار میگیره که وقتی شما نگاه میکنید فیس تو فیس بشی، ولی الان باید اینجا رو نگاه بکنید صحبت بکنید. این یه نکته بود که گفتم بگم که عکاسی و فیلمبرداری هم داره دیگه. آره، ولی کیفیتش خیلی خوبه با اینکه 1 مگاپیکسل داره که بهش نظرم خیلی خوبه. الان نمیدونم چه جوریه. یه چیز جالب بهتون بگم، این الان آخرین صداشه. خب یه چیز جالب بهتون بگم اینه که صداش متوسطه ولی داره صدای تیریدی بهم میده، یعنی اینکه صدا رو میبره این و میاره این و کلن داره صدای تیریدی بهم میده و این جذابه، ولی صداش متوسط. آدم بخواد تنهایی فیلم ببینه اوکیه، جواب کارشو میده. این تنهای صداش. یه نکته دیگه که راجع به این لپتاپ میتونم بهتون بگم باتریشه که 42 وات بر ساعته. اگر که از یوتیوب ویدیو ما رو دیدید حتما همین الان سابسکرایب کنید و ویدیو رو لایک کنید. اگر از اینستاگرام میبینید اگه تا لایک نکردید حتما الان لایک کن و یه کامنت برامون بذار. در آخرم یه سری بخش از داخل و تصویرهای داخل لپتاپ براتون میذارم که اگه دوست دارید ببینید. بررسی اجمالیش تموم شد، انشالله حالا بعدم اگه بررسی خاصی هم خواست بنویسید که ما دوباره صحبت کنیم، لپتاپ بگیریم و بررسیش بکنیم.